ویدیو کامل صحبت‌های شهاب حسینی و دلیل خدافزیش از بازیگری و سینما و گلایه‌هایی که از همکارش به خاطر اتفاقات اخیر انجام دادش. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های شهاب حسینی رو می‌بینیم و می‌شنویم. شما برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال زرد تیوی، خیلی خوش اومدید. شهاب حسینی توی چند وقت اخیر چندین مرتبه مورد حمله و هجمه اهالی سینما قرار گرفت. از دیدارش با رهبری بگیرید تا صحبتایی که درباره امام زمان انجام داده بود و مهاجرتش به امریکا و واکسن زدن توی اونجا. شهاب حسینی بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون. آخرین بارم همین یکی دو ماه پیش بودش که اسم شهاب حسینی به عنوان یکی از داورای جشنواره فجر اعلام شد که خیلی از سینماگرا جشنواره رو تحریم کردن و گفتن که وقتی شهاب حسینی داور جشنواره بشه ما تو این جشنواره حضور پیدا نمی‌کنیم. همه این اتفاقات اخیر باعث شدش که شهاب حسینی تصمیم خودش رو بگیره و با انتشار ویدیویی برای همیشه از بازیگری و سینما خدافظی بکنه. شهاب حسینی در برابر حواشی اخیر پیش اومده واکنش نشون داده و در بخش مهمی از گفته‌هاش درباره خشمش نسبت به همکاراش صحبت کرد و خواستار این شدش که اگر به سینما به گونه متفاوت از او میاندیشن اساسا برای ایفای نقش به سراغ او نیایند. و همینطور هم توی صحبتاش گفتش که یه شبکه منظمی از بدخواه همیشه هر کاری که بتونن برای تخریب شهاب حسینی انجام میدن. واسه همینم من ترجیح میدم برم که این بندگان خدا هم به زحمت نیفتن. در انتهای صحبتش هم به طور رسمی از سینما و دنیای بازیگری خدافظی کردش. بریم هم صحبت‌های شهاب حسینی رو گوش بدیم. با امید تو دوستان سلام. انشالله هر جا که هستید حال دلتون انقدر خوب باشه که دقایقی چند این بنده کوچک رو تحمل بفرمایید و به عرایض بنده توجه بفرمایید. هرچند که این در این روزگار گویا تحمل این بنده حقیر برای خیلی ها سخت و البته برای خود بنده بسیار سخت تر شد. نامه ای برای شما مخاطبان عزیز نوشتم که مایلم آن را به طور شفاهی برای شما بازگو کنم. امید که شعاع نوری باشد از میان ابرهای ابهام. با یاد و مدد یگان پروردگار زنده، حاضر، بینا، شنوا و دانا. دیر زمانی است برانم تا در حضور مخاطبان و هموطنانم پرده از دل بردارم. به ندای هاتفی بران شدم که آن دم و آن همین لحظه است. در آستانه ورود به سالی نو برانم تا فصلی از زندگی خود ورق بزنم و بهتر آن دیدم که گزارشی به اجمال به محضرتان تقدیم و عرضه دارم. عزیزان، در روند سینما از آغاز در پی فتح قله آن بودم، غافل از اینکه در پس هر قله‌ای قله‌ای دیگر است. شاید اگر تیتروار بخواهم به آن اشاره ای داشته باشم، قله را برای خود در ابتدا سطح اول بازیگری، پس از آن کارگردانی، پس از آن فیلمسازی به معنای تهیه شرایط تولید آثار خوب و سطح اول اطلاع رسانی در روند ارائه و پخش آثار به بستر جامعه مد نظر داشتم که شاید در سینما دستیابی به آن را بتوان موفقیت به ثبت رسیده برای هر سینماگری دانست. اما چنین نبود. قله بلند دیگری پس از آن خود را نمایان کرد، قله رفیع تماشاگر بودن. سلاطینی که تمام فعالیت‌های ریز و درشت ما در جهت ارائه دستمایه‌ای در خور به پیشگاهشان و جلب توجه و رضایت آنان معنا می‌یابد. و چه بسا پشتم لرزید وقتی دریافتم حقیقت بزرگتر آن است که ذات اقدس یگانه پروردگار سرآمد تمامی تماشاگران است
و ناظر بر آن بخشی از عملکرد ما که از دیده تماشاگران زمینی ما پنهان است. پس نقطه اوج تعالی حرفه‌ای خود را در دستیابی به جایگاه شخیص و رفیع تماشاگر یافتم، تماشاگری که فارغ از تعلق به هر یک از اقشار فکری جامعه، همین که با پرداخت بهایی از عمر گرانمایه خود به تماشای اثرم می نشیند، مرا مرهون لطف و رهین منت خود کرده است، چرا که از زمان غیر قابل بازگشت خود برای این رعیت کوچک خدا هزینه می کند. پس نقطه اوج تعالی حرفه خود را در تبدیل شدن به تماشاگری باهوش و موشکاف و اصطلاحاً حرفه‌ای یافتم. شاید بهتر باشد به جای واژه تماشاگر از واژه مخاطب استفاده کنم که عمومیت بیشتر و فراتر از هنر را در تمام احوال زندگی شامل شود، چرا که اساساً تمامی ما از بدو تولد مخاطبیم و آنچه کنش ما را شکل می‌دهد واکنش‌های ما به آن آگاهی است که از جهان اطراف دریافت می‌کنیم. پس جمله خود را اصلاح می‌کنم: اوج تعالی در حرفه خود را در تبدیل شدن به مخاطب حرفه‌ای می‌دانم که روند مطالعه و تحقیق را تنها راه آن می دانم. پس از این کشف دیگر هیچگاه به عنوان بازیگر یا کارگردان یا اثرگذار وارد صحنه نشدم، بلکه به عنوان مخاطبی جوینده و پرسشگر در پروژه ها حاضر شدم. پذیرفتن وکالت حق مخاطب به صورت خیشفرما روش مرا در مواردی در تضاد با دیدگاه حرفه‌ای دیگران قرار داد و از آن روز بر شمار معترضان و حتی دشمنانم در این حرفه افزود، به حدی که به انواع کارشکنی ها متهم شدم و در پس هر اراده ای برای همکاری با بنده شبکه‌ای منظم از بدخواهان در اشاعه تصویری هولناک از بنده و ایجاد لطمه و ضربه به قرارداد موجود از آنچه می توانستند فروگذار نکردند، غافل از اینکه عزت و ذلت تنها در دست صاحب آن است، بدهد یا بگیرد مشیت اوست، گر تیغ بارد بر کوی آن ماه گردن نهادیم، الحکم لله. خدمت تمامی دشمنان گرامیم، و چرا گرامی؟ چون وجودتان تجلی بخشی از اراده پروردگار و یگان کارگردان عظیم آفرینش است و برای بنده کوچک به مثابه بته امتحان، پس آن را به رسمیت می شناسم. خبر خوشی برای شما دارم، شاید که کارتان آسان‌تر شود. بنده بیش از یک دهه است که خود به فکر کنارگیری از حرفه‌ای هستم که ابتدا در آن در باغ سبز نشان می‌دهند و پس از آن شما را به وادی خارستان می‌کشانند. پس برای حذف بنده زیاد خود را به زحمت نیفکنید، این کوچک خود دیر زمانی است که به دنبال راه نجات است. و اما چرا؟ آیا اشکال در ذات این حرفه است؟ ابداً. سینما حرفه‌ای بسیار عمیق و مقدس است که در آن میتوان مولد حماسه در اندیشه مخاطب بود، حرفه‌ای که اگر تکنیک و روش آن در زمان تمام پیامبران و اولیاء خدا وجود داشت، شاید بهترین وسیله انتقال پیام برای منقلب کردن دلها و راهنماییشان به سوی حقیقت بود. اما این خود بیش از رویای شیرین برای بنده نبوده که در معدود دفعاتی شاید به آن کمی نزدیک شده باشیم، اما در باقی مواقع
تنها غم نان و ارتزاق، رنگی بر روزمرگی و گذران عمر، و اگر دست داد صید و شکاری منظور نظر بوده. و برای این ادعا مشاهدات و مستندات بسیار دارم. این تلقی با ذات این هنر همخوانی ندارد، نه تنها در این سرزمین که در هیچ کجای دنیا. مشکل اساسی این حرفه در نظر این بنده جوینده این طور فهم شد که اصل مشکل از دو گونه نگاه کاملا متفاوت به این حرفه در ایران عزیز من نشأت گرفته است. وجود دو گونه کاملا متضاد در یک عرصه بدون وجود نقطه متعادل و توازن بخش در میان آنان، و این دو گروه عبارتند از متخصصان غیر متعهد و متعهدان غیر متخصص، که هر کدام سعی در نواختن تنها ساز خود دارند بدون در نظر گرفتن شأن شخیص مخاطب، در حالی که تعهد به انجام بی‌نقص کار برای ارائه به مخاطب و خدای مخاطب شاید چاره دسته اول و تعامل با متخصصین امر و مخاطب شناس و دعوت از ایشان برای همکاری در جهت نیل به انتقال مفاهیم و معانی عظیم به قلب مخاطب بر اساس استانداردهای مورد نظر وی شاید چاره کار دسته دوم باشد. خب رفقا، این بودش صحبت‌های شهاب حسینی. نظر شما چیه؟ به نظرتون فشارهایی که به شهاب حسینی چند وقت اومده انصاف بوده؟ به نظرتون اعتراض یه عده نسبت به داور شدن شهاب حسینی توی جشنواره فجر و اینکه شهاب حسینی رو حکومتی میخونن درسته یا نه؟ حتما تو بخش کامنت ها نظرتون رو برامون بنویسید. یادتون هم نره که از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.